نقاشی برای من یه قسمتی از وجودمه. خوشحالیمه، ناراحتیمه، واقعا یه قسمتی از وجودمه. نمیدونم من واقعا میخوام باش چیکار کنم، ولی فکر میکنم اگرم نباشه نمیتونم زندگی کنم. اصلا نمیتونم زندگیمو بدون این ببینم. من مهسا شعله هستم، نقاشی میکنم تقریبا خیلی ساله، ولی به صورت جدی هنرستان رفتم، رشته گرافیک خوندم از 13 سالگی. الانم حدود یه 20 سالی هست که به صورت جدی این کار رو دارم انجام میدم. هر رشته‌ای میتونه برای خودش یه هنری باشه. اونی که پزشکه یه جور خودش رو نشون میده، یعنی هنرش توی پزشکیشه. اونی که نقاشه، اونی که مجسمه سازه، همه ما به یه شکلی توی وجودمون هنر هستش. حالا هر کدوم به یه شکلی اونو میتونیم نشون بدیم. من شاید این کار رو از طریق بازی با رنگ، به تصویر در آوردن شکلا، آدما یا چیزای دور و برم میتونم اینو نشون بدم. همیشه رنگ خیلی برام چیز مهمی توی زندگیم بود. وجود رنگ، اصلا دیدن یه رنگایی از بچگی به من خیلی هیجان میداد. شاید آدمی هستم که خیلی جاها نمیتونم حرفمو بزنم، ولی با کشیدن اون میتونم اون چیزی رو که توی وجودم بیان کنم. دقیقا تکنیک و خلاقیت دوتا چیز خیلی مهم توی یه نقاشی. تکنیک اون چیزیه که شما رو، منو و یه هنرمند دیگر از هم جدا میکنه. هر نقاشی با تکنیکشه که از یه نقاش دیگه جدا میشه و یکی از به نظرم مهمترین عنصرهای کاره. یکی از چیزهای کاری من اینه که من اصلا تنها نمیتونم کار کنم. یعنی خیلی از نقاشا و هنرمندا دوست دارن تو تنهایی خودشون باشن و تنها باشن و بشینن تو خلوت خودشون. من اصلا همچین چیزی ندارم. من دورم اتفاقا باید شلوغ باشه. همیشه یه چند نفر میاد، حالا یکی میاد گیتارشو میزنه، یکی شعرشو مینویسه، حالا هر کی هر کاری که بلده. تمام انرژیمو من از آدمای دیگه میگیرم برای کار کردن. یه اثر هنری خوب مهمترین چیز تاثیرگذاریشه، تکنیکشه و خلاقیتشه. و اون چیزی که واقعا بشه احساسو کامل بیان کنه. اون دیدی که شما دارین از این انار با دیدی که من دارم ممکن زمین تا آسمون فرق بکنه. من انار رو یه شکل ممکنه ببینم، شما یه شکل. اینه که من و شما رو از هم جدا میکنه. ولی آیا این اناری که من میکشم همون تأثیر رو روی شمایی که یه جور دیگه میبینش داره یا نه؟ مهم اینه که اون تأثیر رو بتونه بذاره، وگرنه همه اون انار رو انار میبینیم. هنر همیشه بوده با آدم ها از هزاران سال پیش، از روزی که بشر به دنیا اومد، به وجود اومد، هنر باهاش بوده. یه موقعی نقاشی اون سبک بیان بود، چون گفتگویی نبود، از طریق نقاشی حرفاشون رو به هم میزدن، نشون میدادن. یه جور حرف زدنه، نقاشی یه جور حرف زدنه. من با کشیدن یه شکل، یه صورت، اون چیزی رو که توی دلم هست، اون چیزی رو که توی فکرم، احساسم میتونم بیان کنم. مفهوم هنر برای من بیان احساساته. بیان احساساتی که هم شامل زیبایی میشه، به وجود آوردن چیزای زیبا، همین که خالی کردن عمق وجود آدم. هر کدوم از ماها من فکر میکنم که برای خودمون یه دنیایی داریم، یه دنیای خیالی داریم، یه دنیایی داریم که برای خودمون ساختیم و آرزوی رسیدن به اون دنیا رو داریم، اون چیزی رو که فکرمونه، خیالمونه. به نظر من شخصیت یه هنرمند خیلی 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 تاثیرگذاره توی کارش در رابطه با ارتباطی که با مردم برقرار میکنه. ممکنه الان شما این کارو ببینین، خیلی هم دوست داشته باشین. چون این اتفاق برام افتاده که یه آرتیستی رو کاراشو خیلی دوست داشتم. یعنی اصلا رول مدلم بود و همیشه میگفتم من دلم میخواد یه روزی مثل این بشم.
عاشق کارش بودم و به نظرم انقدر کارش ظریف و شکننده و پر احساس و پر مفهوم بود که میگم مثلا آرزوی من این بود که مثلا وقتی بزرگ شدم مثلا منم مثل این بشم، تا یه روزی این هنرمند رو من از نزدیک دیدم و انقدر رفتارش تضاد داشت که از بعد از اون من اصلا دیگه نمیتونستم کاراش رو نگاه کنم. این تمام اون احساسی رو که سالهای سال اون چیزی رو که از این برای خودم به عنوان یه بت ساخته بودم و آرزویی که داشتم که یه روزی مثل این بشم، همش نابود شد با 5 دقیقه 10 دقیقه دیدن این هنرمند. وقتی میان با من ارتباط برقرار میکنین، وقتی یه بکراندی از من میدونین، وقتی که میان منو میبینین، با من صحبت میکنین، با روحیه من آشنا میشین، کارهای منو بیشتر درک میکنین. ممکنه کار به تنهایی خیلی قشنگ باشه یا خیلی هم خوب باشه، وقتی میان میگی اوکی مثلا این آدمی که انقدر مثلا بد جنسه یا بد اخلاقه، حالا هر چقدر هم کار قشنگ کشیده باشه، پس این نمیتونه عمق وجود این آدم باشه، احساس واقعیش باشه. چطور میشه من یه آدم مثلا جنایتکاری باشم و بیام مثلا فقط چیزای عاشقانه یا لطیف بکشم؟ نمیشه. میشه؟ فکر نمیکنم. یکی از جاهایی که خیلی مهم وجود این آرت گالری هاست که باعث میشه که مردم بتونن، مخصوصا تو جاهای عمومی، که مردم عادی بتونن با هنر بیشتر آشنا بشن، بتونن ببینن چیزای مختلف و هنرهای مختلف و از نقاشی، مجسمه سازی، کارهای دستی به شکلهای مختلف، میتونه جولری باشه، میتونه نقاشی باشه، میتونه مجسمه باشه، میتونه بشقاب، سفال، کار اینجوری. اینجور جاها وقتی تو مکانهای شلوغ عمومی هستن به مردم این امکانو میدن که با هنر و هنرمند و هر چیزی که در این رابطه هست بتونن ارتباط برقرار کنن، بتونن ببینن و اونا رو وارد زندگی روزمره شون بکنن، هنر رو به یه شکلی، چون وقتی چشم میبینه عادت میکنه به داشتنش. الان جایی که هستیم لاگونا بیچ هستیم که یکی از بهترین مرکزای آرت گالریا و گالری و هنرمند هست. برنامه های بسیار متنوع اینجا هست، از فستیوال های مختلف، شبایی که خود هنرمندا میان با کاراشون و مردم میتونن هم با خود هنرمند آشنا بشن هم با کاراشون از نزدیک آشنا بشن، و اینا امکانات خیلی خوبیه که میتونه مردم رو با هنر و هنرمند آشنا بکنه. یکی از راهایی که من فکر میکنم هنرمند رو بتونن خارج از گالری یا موزه، جاهای اینجوری، کارشون رو باز بین مردم بیارن، مردم رو آشنا کنن با کارشون و چیزای هنری بیشتر، آثار هنری بیشتر، یکیش آوردن آثار هنری روی چیزای روزمره است. مثلا حالا کاری که من کردم، روی گیتار کار کردم، یا یه سری کارامو روی کفش و لباس، یعنی با دست روی کفش و لباس کار میکنم. اومدم از روی کار روی کمبس یا روی تابلو فکر کردم که میتونم اینو بیارم تو زندگی داخلی مردم، پاشون کنن، دستشون کنن، کیفه، کفشه، لباسه، گیتاره، اینجوری شاید چشم بیشتر عادت میکنه به دیدن نقاشی، به دیدن آثار هنری، و یه ارتباط دیگه ای باز مردم میتونن با نقاشی و هنر پیدا کنن. من فکر میکنم این نیست که حالا چون من هنرمندم فقط زندگی محدود شده باشه به هنری که انجام میدم و تمام روزم و ساعتای زندگیم همش خلاصه بشه توی اون هنرم. خیلی خوبه که ما به عنوان یه هنرمند، یعنی فکر میکنم باید با اجتماع، با محیط دور و برمون در ارتباط باشیم.
این ارتباط ها خیلی لازمه، برای اینکه کمک میکنه تو پیشرفت کارا. من خیلی وقتا روزامو با کتاب خوندن، آشپزی کردن، سر و کله زدن با بچه و هر چیزای روزمره زندگی میگذرونم. اگه بخوایم فکر کنیم که تکنولوژی امروز چه نقشی توی هنر داره، خب تو هر دوره‌ای به وجود اومدن یه سری امکانات و چیزای جدید هنر باهاش تغییر کرده، پیش رفته. الان هم همینه، با وجود کامپیوتر، با وجود نرم افزاری که این روزا ازش استفاده میشه، خب دیگه خیلی کم داره میشه استفاده از قلم و استفاده از رنگ، بیشتر همه چی داره میره توی دنیای کامپیوتر و چیزای جدید اینجوری. از یه طرف خیلی متاسفم برای اینکه نمیگم اون بده، اصلا بد نیست، از اون طریقم خیلی اون اثری رو که باید به وجود بیارن و میارن و کارهای خیلی قشنگ میکنن، ولی من فکر میکنم دیگه اون حس واقعی کم کم داره از بین میره. مثل دقیقاً کوچه باغای قدیم و آمدن ساختمونای بلند و آسمون خراشا و چیزای اینجوری که اون لطافت ها و اون حسای ساده و پیور رو داره از بین میبره. همه چی داره خیلی ماشینی میشه. من موافقترم که هنر هنره، ولی چقدر خوب که در کنارشم بشه به عنوان یک کالا یا یه چیز به قولن پول در آوردن استفاده کرد، اونم نه فقط به جنبه مادیش، از این طرف که وقتی که بتونین این کار رو بکنین، هنرتون چهار جای دیگه میره، چهار نفر دیگه میبینن، ازش استفاده میکنن، لذت میبرن، ارتباط برقرار میکنن و اینکه میتونین خودتون نشون بدین. پیکاسو در زمان خودش هم برای دل خودش کار میکرد، اون موقع کسی اصلا کارهای پیکاسو رو نمیفهمید، ولی تو دوره خودش خوبم میفروخت، خوبم زندگی میکرد، همه چیز با هم بود و بیشتر بهش کمک میکرد که بتونه زندگی راحت تری داشته باشه، بیننده های بیشتری داشته باشه و بیشتر پیشرفت کنه توی کارش. اگر هنر وجود نداشت زندگی چی میشد؟ خیلی اتفاق شاید نمیافتاد. مثل اینکه بگی اگر رنگ وجود نداشت دنیا چه شکلی بود؟ اصلا نمیشه فکرش کرد. برای اینکه ما اصلا فقط همین نقاشی رو من بگم، قبلا هم گفتم ما بیان رو با نقاشی شروع کردیم. انسان وقتی به وجود اومد از طریق نقاشی شروع کردن حرف زدن و بعد شد قارنشینا، همش از طریق نقاشی بود، بعد شد خط میخی که خودش باز یه قسمتی از نقاشی بود. یعنی اصلا ما با هنر، انسان با هنر به وجود اومده، نمیشه ازش جدا کنیم، یه چیزی نیست که جدا شدنی باشه. دقیقا مثل این که بگین اگه رنگ وجود نداشت دنیا چه شکلی بود؟ اگه آسمون آبی نبود چه جوری بود؟ اصلا میتونستین آسمون رو ببینین؟ هیچ وقت نمیتونستین ببینین. رنگاست که همه چیز رو جدا میکنه. هنرم دقیقاً به نظر من همینه، دقیقاً بسته به انسانه، چسبیده، دوتا چیزی که اصلا جدا نمیشه کردشون اصلا.